وزیر امور خارجه آمریکا یکشنبه در دومین روز نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو شرکت کرد. نشست غیر رسمی که به منظور مذاکره در مورد ارائه حمایت بیشتر از اوکراین و همچنین موضوع پیوستن فنلاند و سوئد به این پیمان دفاعی غربی برگزار شده است. فنلاند روز یکشنبه رسما تمایل خود را برای پیوستن به ناتو اعلام کرد. گزارش از شهلا رسه. در دومین روز نشست غیر رسمی وزیران خارجه ناتو در برلین پایتخت آلمان، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با دیمیتری کولبا همتای اوکراینی خود دیدار کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن در این دیدار بر حمایت قوی آمریکا و متحدان از اوکراین تاکید کرد و جزئیاتی را در مورد آخرین کمک‌های امنیتی ایالات متحده برای تقویت دفاعی اوکراین و تعهد آمریکا به حفظ استقلال و حاکمیت اوکراین را به او منتقل کرد. وزیر امور خارجه اوکراین در این دیدار در مورد تأثیر مخرب جنگ روسیه از جمله بر امنیت غذایی جهانی و تعهد اوکراین برای یافتن راه حلی برای صدور غلات به بازار بین المللی تاکید کرد. دیدار با وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز در دستور کار آقای بلینکن قرار دارد و او همچنین عصر یکشنبه در یک ضیافت شام کاری با شورای تجارت و تکنولوژی ایالات متحده و اتحادیه اروپا شرکت می کند. در همین حال رئیس جمهوری و نخست وزیر فنلاند روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ ریاست جمهوری در هلسینکی تمایل کشور خود را برای پیوستن به ناتو رسما اعلام کردند. امروز ما رئیس جمهوری و کمیته سیاست خارجی دولت با هم تصمیم گرفتیم که پس از استماع نظر پارلمان از ناتو درخواست عضویت کنیم. انتظار می رود پارلمان فنلاند در روزهای آینده این تصمیم را تایید کند و یک درخواست رسمی احتمالاً هفته آینده از سوی فنلاند تسلیم مقر ناتو در بروکسل شود. شهلا راسته، صدای آمریکا.